سلام، این یک مدار اینورتر هست که ما به کمک دو تا ترانزیستور NPN تونستیم مدار نوسانساز رو ایجاد کنیم و بیس این ترانزیستور قدرت رو تحریک کنیم. اجازه بدین ابتدا مدار رو امتحان کنم و بعداً مدار رو براتون شرح بدم. من الان 13 ولت رو میخوام وارد مدار کنم. ولتاژ منفی و ولتاژ مثبت. منبع تغذیه حدود 35 صدم داره جریان میکشه. ولتاژ رو قطع میکنم. خب همونطور که دیدید مدار داره به خوبی کار میکنه. ولی ما چرا نیاز به مدار نوسانگر یا نوسانساز داریم؟ چرا ولتاژ دی سی رو مستقیماً وارد ترانس نمیکنیم تا در بخش دوم ترانس به ولتاژ 220 ولت برسیم؟ اگر ویدیوهای قدیمی رو دیده باشین، من یک مدار نوسانگر به کمک دوتا ماسفت، سلف و خازن ساختم. این همون مدار هیتر القایی یا کوره القایی که این مدار میتونست لامپ 220 ولت رشته‌ای رو هم روشن کنه. البته آیسی های زیادی هستن که برای ما تولید نوسان میکنن، مثل آیسی TL494. ولی ساده ترین آیسی که برای ما تولید پالس یا نوسان میکنه آیسی 555 هست. اجازه بدین این مدارم بهتون نشون بدم. این آیسی 555 هست. در اینجا یک رگولاتور 7805 قرار دادیم برای اینکه ولتاژ زیادی به آیسی نرسه. به کمک دوتا خازن، دوتا مقاومت و یک پتانسیومتر ما میتونیم مدار نوسانگر رو ایجاد کنیم که در انتهای ویدیو من نقشه این مدار رو هم براتون قرار میدم. با تغییر این پتانسیومتر ما میتونیم فرکانس رو در خروجی این آیسی تغییر بدیم. پس همونطور که دیدید ما میتونیم به کمک دوتا ماسفت تولید نوسان کنیم یا به کمک آیسی این کار انجام بدیم و یا به کمک دوتا ترانزیستور. حالا میخوایم برگردیم به اینکه چرا ما ولتاژ دی سی رو مستقیما وارد ترانس نمی کنیم. این سیمپیچ اولیه ترانس است. در اینجا همونطور که میدونید داخل یک ترانس دور قرقره ترانس سیمپیچ وجود داره. در واقع همون سلف هستش که با توجه به نوع پیچش میتونه سه سر یا دو سر باشه. اینا خروجی های این ترانس هستن. من این سیم رو در اینجا قرار دادم تا شما متوجه بشید که داخل ترانس چطور سیمپیچی شده. اگر ما بیاییم ولتاژ دی سی رو مثلا 12 الی 15 ولت مستقیما وارد سیمپیچ کنیم و طرف دیگه سیمپیچ به 0 ولت متصل باشه، در این حالت اتصال کوتاه ایجاد میشه. سیمپیچ احتمال داره بر اثر حرارت زیاد بسوزه و یا باتری یا منبع تغذیه آسیب ببینه. حالا اگر ما بیایم همین ولتاژ رو به صورت قطع و وصل شده وارد ترانس کنیم، دیگه این اتفاق نمیفته. برای انجام این کار نیاز به وسیله‌ای داریم که بتونه ولتاژ رو به صورت قطع و وصل شده وارد کنه که ما غالبا از ترانزیستور یا ماسفت استفاده میکنیم. به چه حالت؟ این سیمپیچ اولیه ترانس است. در اینجا یک ترانزیستور یا ماسفت قرار میدیم. اینجا کلکتوره و اینجا امیتر و در اینجا بیس. ولتاژ از اینجا وارد میشه. در حالت عادی ترانزیستور به صورت قطع است، یعنی هیچ ارتباطی بین کلکتور و امیتر وجود نداره. پس ولتاژ مثبت که در اینجا وارد شده هیچ وقت به 0 ولت متصل نمیشه تا حالت اتصال کوتاه به وجود بیاد. حالا تو این حالت اگر ما ولتاژی به پای بیس بدیم با فرض اینکه این ترانزیستور NPN یا منفی هست، ترانزیستور روشن میشه، روشن میمونه و بازم اتصال ایجاد میشه، یعنی ولتاژ مثبت از این طریق حرکت میکنه و به ولتاژ منفی میرسه، یا ترانزیستور خواهد سوخت یا سیمپیچ که در مرحله اول 100% ترانزیستور آسیب می‌بینه.
حالا اگه ما بتونیم جریانی که وارد این مسیر میشه کنترل کنیم و به سرعت اون رو قطع و وصل کنیم، دیگه حالت اتصال کوتاه ایجاد نخواهد شد. به خاطر همین ما از یک ترانزیستور یا ماسفت استفاده میکنیم. چون در مدارات سویچینگ سرعت قطع و وصل شدن زیاد هست، ما باید پایه بیس رو به کمک یک مدار نوسانگر کنترل کنیم. به خاطر همین موضوع حالا وقتی که جریان به صورت قطع و وصل شده وارد سیمپیچ ترانس میشه، هسته ترانس که از جنس فریت هست به حالت مغناطیسی در میاد. منظورم این بخش هستش. در سیمپیچ دوم که غالبا به اون سیمپیچ ثانویه هم میگیم، حالا میتونیم این جریان رو داشته باشیم. پس اگر این سیمپیچ دوم باشه، با توجه به تعداد دور پیچش و ضخامت سیم، ما میتونیم جریان کمتر یا بیشتری رو در بخش ثانویه داشته باشیم که البته در مدارات اینورتر ما غالبا 220 ولت رو در بخش ثانویه خواهیم داشت. پس الان متوجه شدیم که دلیل استفاده از مدارات نوسانگر برای ایجاد حالت سویچینگ در سیمپیچ ترانس است. حالا ما چجوری این مدار نوسانگر رو به کمک دوتا ترانزیستور منفی اجرا کردیم؟ الان من این رو براتون رو کاغذ میکشم و براتون شرح میدم که چطور باید این مدار رو اجرا کنید. ما نیاز به دوتا ترانزیستور منفی داریم که بهش ترانزیستور NPN هم میگیم. این کلکتوره، در اینجا بیسه و این امیتر. یک ترانزیستور هم در اینجا میخوایم. این پایه بیس هست، کلکتور و امیتر. منظور من این دوتا ترانزیستور کوچک هستش. حالا نیاز به دوتا خازن داریم. اگر ظرفیت خازن ها رو کم کنید، سرعت نوسان بیشتر میشه. من در اینجا از خازن 18 نانو استفاده کردم. خازن ها رو به پایه بیس متصل میکنیم. پس این پایه بیس هست، این خازن 18 نانو که شماره روش 183 هست. گفتیم ترانزیستورم NPN به شماره C1815. هر دوتا یکسان هستن. این خازن باید به کلکتور این ترانزیستور متصل بشه. پس در اینجا به کلکتور وصله. حالا بیس این ترانزیستور هم باید به کلکتور این ترانزیستور متصل بشه. پس یک خازن 183 هم در اینجا قرار میدیم و اونو به کلکتور متصل میکنیم. این عدد 183 چجوری محاسبه میشه؟ شما دوتا عدد اول رو مینویسید، میشه 18. به جای عدد سوم همون مقدار صفر میذارید، بس میشه 18000. حالا به جای 1000 شما بگید نانو، بس میشه 18 نانو. حالا ما باید ولتاژ بیس رو آماده کنیم. پس در اینجا یک مقاومت قرار میدیم، برای اینم یک مقاومت قرار میدیم. این مقاومت ها 10 کیلو هستن. پس دوتا مقاومت 10 کیلو، چون بیس به ولتاژ و جریان زیادی برای راه اندازی نیاز نداره. حالا باید پایه بیس رو به ولتاژ متصل کنیم. پس این میشه خط ولتاژ بین 12 تا 15. در ادامه باید ولتاژ رو به کلکتورها هم برسونیم. پس در اینجا یک مقاومت 220 اوم قرار میدیم. برای این کلکتور هم همین کارو میکنیم تا ولتاژ وارد کلکتورها هم بشه. پس ولتاژ از اینجا وارد میشه، وارد کلکتور میشه توسط مقاومت 220 اوم و دوباره از همین مسیر به کمک مقاومت 10 کیلو وارد بیس میشه تا ترانزیستور رو بتونه روشن کنه. چون ترانزیستور ها منفی یا NPN هستن، دوتا امیتر رو به هم وصل میکنیم و امیتر به 0 ولت متصل میشه. حالا خروجی این مدار کجاست؟ دقیقا روی کلکتور، اینجاست. یک مقاومت 100 اوم برای کاهش جریان قرار میدیم. این مقاومت به پایه بیس ترانزیستور اصلی میرسه. پس در اینجا میذارم به عنوان بیس. این مدار نوسان ساز ما هست. اینا دوتا ترانزیستور های 1315 هستن. این دوتا خازن های 183 هستن. این مقاومت 100 اوم در اینجا قرار گرفته. این مقاومت 220 اوم
برای کلکتور ترانزیستور و این مقاومت 10 کیلو برای بیس. ترانزیستور C1815 بیس اون در طرف راست قرار گرفته. پس همونطور که دیدید مدار بسیار ساده ای بود. حالا در ادامه باید چه کار کنیم؟ حالا نیاز به یک ترانزیستور قدرت داریم. این ترانزیستور 13209 هستش. گفتیم خروجی مدار نوسان ساز باید به بیس برسه. من همینجا نقشه رو ادامه میدم. پس این ترانزیستور ما هست و این پایه بیس هست. شماره این ترانزیستور هم 13209 هست. NPN هست. اینجا امیتره و اینجا کلکتور. در ترانزیستورهای منفی ولتاژ وارد کلکتور میشه. امیتر به 0 ولت متصله. پس در اینجا به 0 ولت. همین مسیر 0 ولت. در اینجا باید سیمپیچ ترانس قرار بگیره. پس ترانس ما در اینجاست. بخش اولیه یا سیمپیچ اولیه. این هم میشه سیمپیچ ثانوی. که ما در اینجا 220 ولت رو داریم. ولتاژ ورودی از اینجا وارد ترانس میشه. دقیقا همین ولتاژ. پس در اینجا 12 یا 15 ولت هست. این مداری هست که ما در اینجا اجرا کردیم. حالا اجزا رو بهتون نشون بدم. اینا ترانزیستورهای C1815 دو تا خازن 183 که اگر ظرفیت خازن‌ها رو بالا ببریم فرکانس کاهش پیدا می‌کنه. مقاومت‌های 220 اوم که به پایه وسط یا کلکتور متصلن. این مقاومت 10 کیلو به پایه بیس متصله. این مقاومت 10 کیلو هم به پایه بیس. پایه سمت چپ ترانزیستورها امیتر هست که به هم متصل شده و از این طریق به 0 ولت یا امیتر ترانزیستور قدرت هم متصله. این امیتر ترانزیستور قدرته و اینم امیتر ترانزیستورهای کوچک که هر دوتا به 0 ولت متصل هستن. خروجی این مدار پایه وسط یا کلکتور هست که به کمک این مقاومت 100 اوم به بیس ترانزیستور قدرت رسیده. این مقاومت 100 اوم که به بیس این ترانزیستور متصل شده. حالا میخوام مدار رو براتون روشن کنم و روی اسیلوسکوپ فرکانس رو با هم ببینیم. من برای اینکه نور لامپ ما رو اذیت نکنه ترانس رو قطع میکنم تا شما فرکانس رو روی اسیلوسکوپ به راحتی ببینید. گیره سوسماری اسیلوسکوپ رو به امیتر ترانزیستور قدرت متصل میکنم و پراب رو به انتهای مقاومت 100 اوم که از کلکتور خارج شده. اسیلوسکوپ رو روشن میکنم. حالا ولتاژ رو وارد مدار میکنم. حالا دوربین رو میچرخونم سمت اسیلوسکوپ. خب همونطور که میبینید ما یک شکل موج مربعی داریم. در اینجا دقت کنید فرکانس بالای 6 کیلوهرتز هست. دیوتی سایکل حدود 80% هست. پس اگر مقدار خازنها رو افزایش بدیم فرکانس کاهش پیدا میکنه. حالا دوباره دوربین رو برمیگردونم. من دوباره ترانس رو به مدار متصل کردم. یک بار دیگه میخوام مدار رو امتحان کنم. دقت کنید که مدار داره به خوبی کار میکنه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.